چند روزیه که واکسیناسیون مشاغل در ایران آغاز شده، از جمله رانندگان اتوبوس‌های شهری و تاکسی‌ها که جمعیتشون در تهران به حدود 100 هزار نفر میرسه. اینجا یکی از بزرگترین مراکز تجمیع تزریق واکسن در سطح شهر تهران هستش که همونطور که ملاحظه می‌کنین 10 لاین برای تزریق در نظر گرفته شده. اینجا توی این مرکز هم رانندگان اتوبوس‌های شهری و هم رانندگان تاکسی بر اساس نوبتی که بهشون داده شده مراجعه میکنن و واکسنشون رو تزریق میکنن. چقدر طول کشیده تا کارتو انجام بدید؟ از موقع ورودم به اینجا حدوداً نهایتاً یک رو. چطوری اطلاع رسانی شده؟ SMS. راننده تاکسی هستین؟ بله. چطور بود اطلاع رسانی؟ خوب بود. بالاخره ما تو خط اولیم و خیلی هم درگیریم با مسافر و نیاز شهید بود و واقعا دستشون درد نکنه. وقتی واکسن میزنی خیالت راحت تره، هم برای خودت هم برای مردم. 4 هفته دیگه مراجعه کن واسه دوز بعدیش که براتون پیامک میاد. کارت دارن دیگه، تاریخ تزریق مشخصه. بله. بالاخره این مرکز رو ما تجهیز کردیم، امکانات وجود داره، میتونیم این مرکز رو در اختیار وزارت بهداشت قرار بدیم که برای واکسیناسیون سایر اقشار ازش استفاده بشه. واکسیناسیون معلمان و کادر اجرایی مدرسه ها هم در سراسر کشور که جمعیتی حدود 1,250,000 نفر رو شامل میشن با قوت ادامه داره تا مدرسه ها برای بازگشایی و آغاز سال جدید تحصیلی آماده بشن. چطور مطلع شدید که بس اینجا مراجعه کنید؟ خود آموزش و پرورش اعلام کرده بود به مدارس هم اعلام کردن، طبقه بندی کردن که چه مدارسی چه ساعتی بیاد. شرایط خیلی خوب بود. پروتکل های بهداشتی هم رعایت کردن. پس همشون ممنونیم. کارتون یعنی خیلی خیلی سخت‌تر بوده دیگه تو این 17 18 ماه. درسته، خیلی سخت بود. هم بچه‌ها اذیت شدن، اولیا اذیت شدن، معلم‌ها اذیت شدن. ولی خب امیدواریم که امسال حضوری بشه. تزریقتون به طور متوسط چقدر هست در روز؟ میانگین روز اول 400 و روزهای دیگه 600 نفر هستش. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت، طی یک هفته گذشته بیش از 2,400,000 دوز واکسن در ایران تزریق شده. یعنی به طور متوسط ظرفیت روزانه تزریق واکسن در کشور از مرز 340,000 دوز عبور کرد.